سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت تمام شما دانش آموزان و کانکوریان عزیز. خوش آمدید به بخش دیگری از سلسله درس های کانکور با آریانا. دوستان عزیز، ما در این سلسله درس ها ویژگی های جدیدی را برای شما دانش آموزا داریم که موضوعات درسی به صورت کاملا مدرن و جدید برای شما تشریح میشه و همچنان شما میتونید سوالاتی را که از موضوعات درسی برای شما پیش میآید از طریق صفحه تلویزیون آریانا با ما به اشتراک بگذارید. خب دوستان عزیز، ما در موضوعات درسی قبلی رسیده بودیم تا موضوع عدسیه ها. عدسیه ها در بخش انواع، مشخصات، خواص و رسم تصویر به اتمام رسیده و در این جلسه درسی ما موضوع روابط عدسیه ها را که موضوع درس قبلی بود یک بار دیگه با هم تکرار میکنیم. خب دوستان عزیز، در موضوعات درسی قبلی ما سه معادله ای که در عدسیه ها داشتیم را مورد مطالعه قرار دادیم. این معادلات از قرار این سه معادله هستند. اولین معادله به نام فرمول عمومی عدسیه ها یاد میشه که در فرمول عمومی عدسیه ها ما رابطه بین فاصله جسم از عدسیه، فاصله تصویر از عدسیه و فاصله محراقی یا شعای انحنای عدسیه را برقرار میکنیم که این معادله به این شکل است: 1/π جمع 1/q مساوی به 1/f یا مساوی به 2/r. قبلا هم برای شما دوستان در این مورد معلومات دادیم که شما میتونید زمانی از این رابطه استفاده کنید که بحث فاصله جسم از عدسیه، فاصله تصویر از عدسیه و فاصله محراقی یا شعای انحنای عدسیه در سوال برای شما مطرح باشه. در نمونه دوم معادله، معادله نیوتن یا فرمول نیوتن در عدسیه ها را داریم که در فرمول نیوتن در عدسیه ها ما معادله به این شکل داریم: f مربع مساوی به x ضرب x زبر، که f فاصله محراقی، x فاصله جسم از محراق و x زبر فاصله تصویر از محراق است. شما میتونید زمانی از این معادله استفاده کنید که برای شما فاصله جسم از محراق و فاصله تصویر از محراق در سوال داده شده باشه. و در سومین معادله که به نام فرمول بزرگنمایی عدسیه ها یاد میشه و مشابه از این شما در آینه ها هم خواندید، دو نسبت در بزرگنمایی وجود داره. بزرگنمایی که به ام یا گاما نشان داده میشه مساوی است به نسبت طول تصویر بر طول جسم یا فاصله تصویر از عدسیه بر فاصله جسم از عدسیه. ما نمونه های دیگه ایرم برای دریافت بزرگنمایی، روابط دیگه ایرم برای دریافت بزرگنمایی داریم، اما او را در جریان حل سوالات با شما در میان خواهیم گذاشت. خب دوستان عزیز، این بود از بحث روابط عدسیه ها. سه فرمول: فرمول عمومی عدسیه، فرمول نیوتن در عدسیه و فرمول بزرگنمایی عدسیه که اینا را شما یادداشت میگیرید و همیشه باید به یاد داشته باشید. خب دوستان، ما حال از قسمت از این سه معادله مثال‌های مختلفی را کار می‌کنیم تا شما در حل سوالات از این موضوعات در مشکل بر نخورید. در اولین مثالی که از این قسمت کار می‌شم، در مثال اول می‌گیم جسمی به طول 50 سانتی متر به فاصله 40 سانتی متر در مقابل عدسیه محدبی با شعاع انحنای 60 قرار گرفته. شما در اینجا دریابید کدام اجزا را؟ این سوال دارای سه جزء است، اما یادتان باشه در سوالات فرم کانکور شما با سوالی که بیشتر از یک جزء داشته باشه طرف نیستید، پس شما سوالات را در اجزای جداگانه حل میکنید. در اولین جزء از این سوال فاصله تصویر از عدسیه و نوعیت تصویر از ما خواسته شده. در دومین جزء از این سوال بزرگنمایی عدسیه از ما خواسته شده و در سومین جزء سوال طول تصویر تشکیل شده در عدسیه را از ما خواستن، که ما میتونیم هر سه جزء از این سوال را با استفاده از سه معادله عمومی عدسیه ها کار کنیم. خب دوستان عزیز، به خاطر حل از این سوال، چیزی که باید حتما به یاد داشته باشید در فیزیک ای است که به خاطر حل سوالات باید کمیت ها را دانه دانه در روی تخته یا روی ورقه کاغذ لیست کنید تا بفهمید که کدام کمیت ها در سوال برای شما معلوم و کدام کمیت ها مجهول است. در اولین قسمت سوال برای ما گفته عدسیه ای با شعای انحنای 60 سانتی. ما میفهمیم که شعای انحنا با حرف آر نشان داده میشه و آر برابر است به 60 سانتی متر. در دومین جزئی که برای ما داده شده فاصله جسم از عدسیه برابر است به 40 سانتی متر. در سومین جزء معلوم سوال طول جسم برابر است به 50 سانتی متر. این سه کمیت داده شده در سوال هست. حالا کمیت های مجهول یا کمیت های خواسته شده سوال را نوشته میکنیم. در جزء اول از ما فاصله تصویر از عدسیه خواسته شده.
در دومین جزء سوال از ما گاما یا بزرگنمایی عدسیه خواسته شده و در سومین جزء سوال از ما آی یا طول تصویر در عدسیه خواسته شده. خب دوستان، ما حالا فهمیدیم که در این سوال کدام کمیت ها معلوم و کدام کمیت ها مجهول است. ما با فهمیدن کمیت های معلوم و مجهول میتونیم بریم سراغ حل سوال. در اولین قسمت حل سوال، یعنی در جزء اول، اگر ما بخوایم کیو رو محاسبه کنیم، برای دریافت کیو رابطه‌ای که بین پی، کیو و آر یا اف برقرار است فرمول عمومی عدسیه است. زمانی که شعای انحنای عدسیه 60 سانتی باشه، پس فاصله محراقی نصف شعای انحنا میشه، یعنی 30 سانتی متر. ما حالا برای دریافت کیو یک بر پی را در سمت راست مساحت انتقال میتیم و در مرحله بعدی این معادله به این شکل در میآید: یک بر کیو مساوی به یک بر اف منفی یک بر پی. یا به اصطلاح استادای ریاضی، ما این سوال را معلوم و مجهول میکنیم. خب دوستان، حال در قسمت قیمت گذاری های سوال در مرحله بعدی، ما یک بر کیو که مجهول سوال است در حالت خودش میمانیم، به عوض اف قیمت سی و به عوض پی قیمت 40 را وضع میکنیم. خب اگر شما بخواید در طرف راست مساوات بین اعداد 30 و 40 مخرج مشترک را بگیرید، شما بین از این دو عدد 120 سانتی متر مخرج مشترک میگیرید. 120 تقسیم 30 شوه حاصل میشه 4 و 4 ضرب 1 4. علامه بین دو کسر منفی 120 تقسیم 40 شوه 3 و 3 ضرب 1 میشه 3. خب در مرحله بعد، اگر ما از 4 3 را تفریق کنیم، حاصل میمانه 1 بر کیو مساوی به 1 بر 120 سانتی. چون در سوال از ما یک بر کیو خواسته نشده و خود کیو خواسته شده، ما دو راه را برای دریافت کیو پیش میگیریم. راه اول، ما میتونیم دو طرف مساحت را برعکس کنیم و در حالت دوم میتونیم این رابطه را طرفین و وسطین کنیم که در نتیجه حاصل جواب از این سوال کیو مساوی میشه به 120 سانتی متر. این بود فاصله تصویر از عدسیه که اولین مجهول یا اولین جزء این سوال بود. در جزء بعدی سوال یا در جزء دوم سوال از ما گاما یا بزرگنمایی خواسته شده. ما برای دریافت بزرگنمایی یا گاما دو نسبت را داریم: نسبت کیوی بر پی و نسبت آی بر او. اما ما از نسبت آی بر او به خاطر حل از این سوال استفاده نمیتونیم. چرا؟ به خاطری که او داده شده و آی داده نشده و ما از یک مجهول، از یک معادله دو مجهول را دریافت کرده نمیتونیم. پس در جزء دوم سوال ما از معادله گاما مساوی به قیمت مطلقه کیو بر پی پیش میریم. اگر ما در این معادله قیمت گذاری ها را انجام بدیم، قیمت کیو و پی داده شده، قیمت کیو را در جزء اول دریافت کردیم 120 سانتی متر و قیمت پی هم برابر به 40 سانتی متر. اگر ما اختصار کنیم، در ابتدا سانتی با سانتی خلاص میشه، در مرحله دوم صفر با صفر اختصار میشه و در مرحله سوم ما 12 را تقسیم بر 4 میکنیم، 1 4 4 و 3 4 12. پس ما گفته میتونیم که بزرگنمایی از عدسیه برابر است به 3، یا تصویر تشکیل شده 3 برابر جسم طول دارم. خب دوستان، حالا اگر ما بخوایم آی را دریافت کنیم یا در جزء سوم سوال، کار ما بسیار آسان است. ما میتونیم با استفاده از معادله یا بدون استفاده از معادله این کار را انجام بدیم. وقتی طول تصویر 3 برابر طول جسم باشه، اگر طول جسم 50 سانتی متر باشه، بدون شک طول تصویر 3 برابر از او یا 150 سانتی متر خواهد بود. اما اگر ما بخوایم از طریق معادله کار کنیم، معادله گاما مساوی به آی بر او را استفاده میکنیم. که در این معادله اگر ما طرفین و وسطین انجام بدیم، آیا طول تصویر مساوی به گاما ضرب او خواهد بود. قیمت گاما در جزء قبلی سوال دریافت شده، قیمت گاما برابر به 3 و قیمت او هم در خود سوال برام مشخص کرده 50 سانتی متر. حالا در قسمت ضرب ازی ما گفته میتونیم 3 ضرب 50 150، پس در نتیجه طول تصویر برابر به 150 سانتی متر میشه. ببینید دوستان، شما میتونید به بسیار سادگی سوال را به هر اندازه‌ای که سخت باشه با استفاده از سه معادله اساسی عدسیه ها کار کنید، مشابه همین مثالی که ما کار کردیم. خب دوستان، امیدوارستیم این مثال را یاد گرفته باشید، چون ما در مثال بعدی هم با استفاده از طریقه انمی مثال میتونیم مثال را کار کنیم. مثال بعدی، در مثال دوم برای ما گفته اگر جسم مجازی، این نکته یادتان باشه که جسم را برای ما مجازی ذکر کرده،
اگر جسم مجازی به فاصله 20 سانتی متر از عدسیه محدب با فاصله محراقی 30 قرار بگیرم، دریابید فاصله تصویر، نوعیت تصویر و بزرگنمایی عدسیه را. ما اگر فاصله تصویر دریافت کنیم، نوعیت تصویر هم دمو جز مشخص میشه. به دلیل ازی که اگر فاصله تصویر دارای علامه مثبت باشه، نوعیت تصویر حقیقی و اگر علامه منفی داشته باشه، نوعیت تصویر بدون شک مجازی خواهد بود. اما جزء دوم سوال بزرگنمایی عدسی است. پس ما این سوال را در دو جزء مختلف کار میکنیم. خب دوستان، کمیت هایی که در سوال برای ما داده شده، فاصله جسم از عدسیه 20 سانتی متر و فاصله محراقی عدسیه 30 سانتی متر، عدسیه نوعیتش محدب و از ما فاصله تصویر و بزرگنمایی خواسته شده. پس ما معلوم ها و مجهول های سوال را لیست می کنیم. فاصله جسم 20 سانتی متر، فاصله محراقی 30 سانتی متر، کیو یا فاصله تصویر نامعین و گاما یا بزرگنمایی عدسیه هم نامعین. خب دوستان عزیز، حال ما به خاطر حل از این سوال ابتدا میگیم رابطه ای که بین پی، کیو و اف برقرار است فرمول عمومی عدسیه ها است. پس ما فرمول عمومی رو نوشته میکنیم، یک بر پی جمع یک بر کیو مساوی به یک بر اف. دوستان به یاد داشته باشید که شما در فرمول عمومی حق هیچ تغییری را ندارید، اما در مرحله قیمت گذاری شما میتونید کمیت هایی که مجازی باشن را با علامه منفی در نظر بگیرید. حال ما برای دریافت کیو یک بر پی به سمت راست معادله انتقال میتیم، در نتیجه معادله به این شکل در میه، یک بر کیو مساوی به یک بر اف منفی یک بر پی. خب دوستان، در قسمت قیمت گذاری از این معادله یک بر کیو در حالت خود میمانه، یک بر اف 30 سانتی متر منفی یک بر پی که 20 سانتی متر است، اما چون گفته شده جسم مجازی، ما علامه جسم را منفی در نظر میگیریم. خب اگر ما بین 20 و 30 بخوایم مخرج مشترک بگیریم، عدد 60 مخرج مشترک خواهد بود. 60 تقسیم بر 30 2، 2 ضرب 1 2، منفی تقسیم منفی مثبت، 60 تقسیم 20 3 و 3 ضرب 1 برابر به 3 میشه. در مرحله بعدی ما این را به صورت ساده ترش نوشته میکنیم و عملیه اختصار را انجام میدیم، 1 5 5 و 12 ضرب 5 60 و در نتیجه کیو برابر میشه به 12 سانتی متر. خب دوستان، جزء بعدی از این سوال را بعد از یک وقفه کوتاه با هم خواهیم داشت. خوش آمدید دوستان عزیز به بخش بعدی برنامه. ما در قسمت قبلی برنامه مثال دوم از قسمت عدسیه ها را با هم کار کردیم. در مثال دوم فاصله جسم، فاصله محراقی داده شده و فاصله تصویر و بزرگنمایی خواسته شده که ما به بسیار سادگی تانستیم با استفاده از فرمول عمومی عدسیه ها این سوال را کار کنیم. در جزء بعدی این سوال که از ما بزرگنمایی یا گاما خواسته شده، ما کمیت هایی را که برای ما داده لیست میکنیم. گاما دو نسبت دارن، نسبت آی بر او و نسبت کیوی بر پی، که ما این سوال را از نسبت آی بر او کار کرده نمیتونیم. چرا؟ چون آی و او در سوال بر ما مشخص نشده، ولی ما میتونیم گاما را از نسبت کیوی بر پی دریافت کنیم. قیمت کیو در جزء اول سوال دریافت شد و قیمت پی هم که در خود اجزای معلوم سوال بر ما داده شده. حال ما میریم در مرحله بعدی و قیمت گذاری میکنیم. گاما برابر میشه با کیو در جزء اول دریافت شد 12 سانتی متر و پی که برای ما داده شده 20 سانتی متر. حال ما اختصار میکنیم. در مرحله اول سانتی با سانتی خلاص میشه. در مرحله دوم ما میبینیم 12 و 20 هر دوتایشان قابلیت اختصار بر 4 را دارن. پس ما اختصار میکنیم 3 4 12 و 5 4 20 که اگر ما 3 را تقسیم بر 5 کنیم، حاصل بزرگنمایی برابر می شود یا 3 بر 5 یا به صورت کسر اعشار 0.6. خب دوستان، این بود از دومین مثال بخش عدسیه ها. امیدوار هستیم که مثال را با طریق حل ساده شما یادداشت برداری کرده باشید و ما در مثال سوم از این بخش باز هم میتونیم از روابط عمومی عدسیه ها مثال را کار کنیم. دقت کنید، در سومین مثالی که از این بخش داریم، جسمی به فاصله 30 سانتی متر در مقابل عدسیه محدبی با فاصله محراقی 50 سانتی متر قرار گرفته است. دریابید فاصله تصویر و نوعیت تصویر را. ببینید دوستان، شما در این سوال با یک جزء مجهول طرف هستید،
یعنی از شما فاصله تصویر را خواسته و نوعیت تصویر را هم شما میتونید نظر به فاصله تصویر تعیین کنید. اجزای مجهول معلوم سوال فاصله جسم است که 30 سانتی متر است و فاصله محراقی است که 50 سانتی متر است و نوعیت عدسی هم برای شما محدب مشخص شده. در قسمت حل از این سوال ابتدا ما کمیت های مجهول شامل معلوم مجهول شامل سوال را لیست میکنیم. فاصله محراقی 50 سانتی متر، فاصله جسم 30 سانتی متر و فاصله تصویر از ما خواسته شده. تنها معادله ای که برای حل ازی وجود داره فرمول عمومی عدسیه ها است که ما در فرمول عمومی عدسیه ها رابطه بین پی، کیو و اف را برقرار میکنیم. معادله را نوشتن میکنیم، یک بر پی جمع یک بر کیو مساوی به یک بر اف. چون میخواییم کیو یا فاصله تصویر را دریافت کنیم، یک بر پی را به سمت راست معادله انتقال میدیم و در نتیجه معادله میشه یک بر کیو مساوی به یک بر اف منفی یک بر پی. حال قیمت ها را در داخل از این معادله وضع میکنیم. در نتیجه یک بر کیو مساوی میشه به قیمت اف 50 و قیمت پی 30. حالا اگر بخواید بین 50 و 30 مخرج مشترک بگیرید، قطعا 150 را مخرج مشترک خواهید گرفت. در مرحله بعدی ما 150 را مخرج مشترک میگیریم. 150 تقسیم بر 50 3 و 3 ضرب 1 3. 150 تقسیم بر 30 5، 5 ضرب 1 5 و علامه بین از این دو حد علامه بین دو کسر یا منفی است. در مرحله بعدی ما عملیه اختصار را بین از اینا انجام میدیم. 1 بر کیو مساوی شده به 3 منفی 5 منفی 2 و در مخرج 150. اگر ما اختصار کنیم میتونیم عدد 2 با 150 را به این شکل ساده کنیم. کیو مساوی میشه به منفی 150 بر 2 که میگیم 1 2 2 و 75 ضرب 2 150 که نتیجتاً قیمت کیو یا فاصله تصویر برابر میشه به منفی 75 سانتی متر. ما گفتم میتونیم فاصله تصویر 75 سانتی متر است و علامه منفی نشان دهنده از این است که تصویر در این نوع عدسیه در این حالت مجازی تشکیل شده. خب دوستان، این بود از مثال دوم که ما معلوم ها و مجهول های سوال را لیست کردیم و تانستیم با استفاده از معادله عمومی عدسیه ها سوال را به راحتی کار کنیم. در مثال بعدی که از این قسمت کار میشه، ما سوالات زیادی از این موضوع کار میکنیم چون سوالات زیادی از این بحث شامل فرم های کانکور است. در چهارمین مثال، یک عدسیه مقعر، این بار یادتان باشه که عدسیه مقعر است. یک عدسیه مقعر دارای شعای انحنای 120 سانتی متر است. اگر جسمی را به فاصله 20 سانتی از این عدسیه قرار دهیم، فاصله تصویر از عدسیه را دریافت کنید. چیزایی که در حل سوال بسیار برای ما مهم است این است که نوعیت عدسیه مقعر، شعای انحنا 120، فاصله جسم 20 و فاصله تصویر مجهول سوال است. حال ما کمیت‌های معلوم و مجهول را مشابه مثال‌های قبلی لیست می‌کنیم. شعای انحنا 120 سانتی، فاصله جسم 20 سانتی، فاصله تصویر خواسته شده. در حل از این سوال باز هم رابطه‌ای که بین از این سه کمیت برقرار است فرمول عمومی است، اما در ابتدا ما فاصله محراقی را دریافت می‌کنیم. فاصله محراقی یک عدسیه یا آینه کروی میشه نصف شعای انحنا یا آر بر 2. که حال ما اگر قیمت آر را وضع کنیم، اف برابر می شود 120 تقسیم بر 2 که 120 تقسیم بر 2 حاصلش برابر می شود 60 سانتی متر. ما فاصله محراقی را دریافت کردیم تا در فرمول عمومی در صورت جزء 2 یا ضریب 2 نداشته باشیم. خب حال در مرحله بعدی ما میریم سراغ رابطه‌ای که بین از این سه کمیت ارتباط برقرار میکنه، فرمول عمومی عدسیه ها. در فرمول عمومی عدسیه ها 1 بر پی جمع 1 بر کیو مساوی به 1 بر اف است. حال اگر ما بخوایم کیو را دریافت کنیم، مشابه مثال های قبلی 1 بر پی را در سمت راست مساحت انتقال میتیم و در نتیجه معادله به این شکل است: 1 بر کیو مساوی به 1 بر اف منفی 1 بر پی. حال تعجب خواهد کردید، میگید اگر عدسیه مقعر است چرا ما فاصله محراقی را علامه منفی ندادیم؟ یادتان باشه که علامه منفی صرف در مرحله قیمت گذاری وضع میشه، شما در خود رابطه عمومی هیچ تغییری را در معادله آورده نمیتونید. خب پس در مرحله بعدی که مرحله قیمت گذاری سوال است، ما مجهول 1 بر کیو رو در حالت خودش میمانیم، قیمت اف داده شده 60 سانتی و چون عدسیه مقعر است علامه منفی، منفی 1 بر قیمت پی هم که در سوال داده شده 20 سانتی متر.
اگر شما بخواید بین اعداد 60 و 20 مخرج مشترک بگیرید، قطعا شما عدد 60 را مخرج مشترک میگیرید. 60 تقسیم بر 60 1، 1 ضرب منفی 1 منفی 1. 60 تقسیم بر 20 3، 3 ضرب منفی 1 منفی 3. اگر ما ایره یک مرحله پیشتر ببریم، کیو مساوی میشه با منفی 3 و منفی 1 منفی 4 و در مخرج عدد 60 در حالت خود باقی میمانم. اگر ما ایره در اینجا اختصار کنیم، میتونیم نوشته کنیم که 1 4 4 و 15 ضرب 4 برابر به 60 میشه. و ایره این رابطه را به خاطر دریافت کیو یا طرفین و وسطین میکنیم یا دو سمت معادله را برعکس میسازیم که نتیجه نهایی سوال کیو مساوی میشه به منفی 15 سانتی متر. خب دوستان، پس فاصله تصویر از عدسیه 15 سانتی متر است و علامه منفی نشان دهنده از این است که تصویر در عدسیه مجازی شده. خب دوستان، ای بود مثال های ساده ای که ما از قسمت عدسیه ها میتونیم در بعضی از کتاب ها یا فرم کانکور با این سوالات روبرو شویم که شما میبینید ما صرف از طریق سه رابطه میتونیم تمام سوالات بخش عدسیه ها را حل کنیم. در مثال بعدی که از قسمت داریم یا مثال پنجم، برای ما گفته شده اگر فاصله تصویر مجازی، دقت داشته باشید، تصویر مجازی از عدسیه مقعر 15 سانتی متر و فاصله محراقی عدسیه 30 سانتی متر باشد، دریابید فاصله جسم از عدسیه و نوعیت جسم را. خب دوستان عزیز، دفعتاً زمانی که این سوال را می‌خوانید، اگر سوالات زیادی را از موضوع عدسیه کار کرده باشید، چیزی که در ذهنتان میاد این است که وقتی فاصله تصویر نصف فاصله محراقی باشه، یعنی تصویر در بین محراق و مرکز نوری قرار داره و تصویر از او قطعاً جسم زمانی که اونجا قرار داشته باشه، تصویر از او قطعاً یک تصویر مجازی خواهد بود که در سمت خود جسم تشکیل میشه. اما یادتان باشه در اینجا برای ما فاصله تصویر گفته شده، فاصله تصویر مجازی 15 و فاصله محراقی 30 سانتی متر است. خب حال میریم در مرحله حل سوال. در مرحله حل سوال ما کمیت ها را باز هم مشابه مثال های قبلی لیست میکنیم. فاصله تصویر 15 سانتی متر و باید در ذهنتان باشه که تصویر مجازی است. در جزء دوم فاصله محراقی برابر است به 30 سانتی متر و مجهول سوال در اینجا چی است؟ فاصله جسم است که از ما خواسته شده. باز هم رابطه ای که بین از این سه کمیت برقرار است فرمول عمومی عدسیه است. در فرمول عمومی عدسیه ها 1 بر پی مثبت 1 بر کیو مساوی به 1 بر اف یا برعکس فاصله محراقی است. ما برای دریافت کیو باید 1 بر پی را در سمت راست مساحت انتقال بدیم. اما در این مرحله چون از ما پی خواسته شده، پس 1 بر کیو رو به سمت راست انتقال میدیم. 1 بر کیو در سمت چپ معادله مثبت است، پس در سمت راست معادله علامه منفی رو به خود میگیرم که نتیجتاً معادله به این شکل تبدیل میشه: 1 بر کیو مساوی به 1 بر اف منفی 1 بر کیو. خب دوستان، ما در مرحله بعدی نوشته میتونیم که 1 بر کیو مساوی میشه با 1 بر کیو مساوی میشه به 1 بر منفی 30 به دلیل ازی که عدسیه مقعر است و علامه عدسیه مقعر در فاصله محراقی منفی در نظر گرفته میشه و قیمت کیو که 15 سانتی متر است و چون تصویر را برای ما مجازی مشخص کرده منفی 15 قیمت گذاری میکنیم. خب دوستان، بین 30 و 15 ما عددی را که مخرج مشترک گرفته میتونیم عدد 30 است. 30 تقسیم بر 30 1، 1 ضرب منفی 1 منفی 1. 30 تقسیم بر 15 2، 2 ضرب 1 2 و منفی تقسیم منفی علامه مثبت میگیرم. خب دوستان عزیز، حال ما اگر از دو عدد 1 را تفریق کنیم حاصل میمانه 1 بر 30 و ما اگر دو طرف را برعکس یا طرفین و وسطین را انجام بدیم، در نتیجه قیمت نهایی کیو مساوی میشه به 30 سانتی متر. خب دوستان، در اینجا فاصله کیو برابر شده به 30 سانتی متر و علامت چون مثبت است نشان دهنده تصویر حقیقی است. اما نکته ای را که در این سوال باید بیاد داشته باشید این است دوستان که در اینجا فاصله جسم از ما خواسته شده، پس در تمام مراحل به عوض فاصله کیو یا فاصله تصویر قیمت پی یا فاصله جسم را قیمت گذاری کنید. خب دوستان عزیز، مثال های بعدی قسمت عدسیه ها را بعد از یک وقفه کوتاه با هم خواهیم داشت.
خوش آمدید دوستان عزیز به بخش بعدی برنامه. ما معادلات عدسیه ها را مثال های مربوطش را کار کردیم. حال میرسیم در مثال بعدی، ببینیم کدام سوالات میتونن برای ما کمی جنجال ساز و سخت تر باشن. در مثال ششم، در کدام یکی از موقعیت های ذیل برای یک جسم در یک عدسیه مهدب بزرگنمای عدسیه برابر به یک خواهد بود؟ دقت کنید دوستان، زمانی که سوال را میخوانید شما در این سوال با هیچ عددی روبرو نیستید، پس معلوم های سوال بسیار محدود هستند. صرف در اینجا برای ما گفته شده در یک عدسیه مهدب بزرگنمایی عدسیه برابر به یک باشند. پس ما از امی جزء معلوم شروع میکنیم، بزرگنمایی عدسیه برابر به یک است. حال ما در قسمت بزرگنمایی روابطی که داریم یا نسبت آی بر او است یا نسبت کیوی بر پی است، که ما اگر از نسبت کیوی بر پی استفاده کنیم و قیمت گاما را یک وز کنیم، کیو مسایی میشه به طرفین وسطین کنیم، کیو مسایی میشه به گاما ضرب پی، و اگر به عوض گاما قیمت یک را وز کنیم نتیجتاً کیو پی با هم دیگه مساوی میشه. زمانی که برای ما گفته میشه در یک عدسیه بزرگنمایی عدسیه برابر به یک است، با استفاده از این معادله ما میفهمیم زمانی این حالت رخ میده که فاصله های جسم و تصویر از عدسیه با هم دیگه برابر باشن. حال شما میتونید بدون از اینکه قلم در دست بگیرید و سوال را با استفاده از معادله حل کنید، با یک جواب بسیار کوتاه جواب از این سوال را برای ما بدید. اما شما اگر بخواید از طریق معادله این سوال را کار کنید، ما مجبور هستیم در معادله عمومی عدسیه ها یا به عوض پی کیو را و یا به عوض کیو پی را بس کنیم. چرا؟ چون این دو کمیت با هم مساوی هستند و اگر به عوض یکی دیگر قیمت هایشان را بس کنیم هیچ تفاوتی در اصل معادله به وجود نمیاد. پس ما در مرحله بعدی یک بر پی را در حالت خودش میمانیم، به عوض یک بر کیو هم میتونیم یک بر پی نوشته کنیم و یک بر اف هم در حالت خود میمانه. پس یک بر پی جمع یک بر پی مساوی به یک بر کیو. خب دوستان، اگر ما بخوایم بین پی و پی مخرج مشترک بگیریم، قطعا ما پی را مخرج مشترک خواد گرفتیم. پی تقسیم بر پی یک، یک ضرب یک یک، پی تقسیم بر پی یک، یک ضرب یک یک، و یک جمع یک برابر میشه به دو. حال رابطه را طرفین و وسطین میکنیم که نتیجتاً پی مساوی میشه به دو اف. پی مساوی میشه به دو اف. دو اف مرکز انحنای عدسی است. پس ما گفته میتونیم در این حالت جسم دقیقاً در مرکز انحنای عدسی قرار گرفته. خب دوستان، مثال را یک بار دیگه دقت کنید. در کدام یکی از موقعیت های ذیل برای یک جسم در یک عدسیه مهدب بزرگنمایی عدسیه برابر به یک خواهد بود؟ ما ابتدا از معادله گاما مساوی به کیوی بر پی یک رابطه را میخواییم بین پی و کیو برقرار کنیم، که ما اگر این رابطه را طرفین و وسطین کنیم کیو مساوی میشه به گاما ضرب پی. قیمت گاما یک است و کیو مساوی میشه به پی. حال در معادله عمومی ما یا به عوض پی کیو رو وز میکنیم یا به عوض کیو پی را، که ما جزء اول را انتخاب میکنیم، به عوض کیو پی رو وز میکنیم. یک بر پی جمع یک بر پی مساوی به یک بر اف، که نتیجتاً پی برابر میشه به دو اف یا مرکز انحنای عدسیه. خب دوستان، در مثال هفتم ما یک مثال را به این شکل داریم. فاصله محراقی یک عدسیه مهدب 20 سانتی متر است. فاصله جسم و تصویر را از عدسیه طوری تعیین کنید که بزرگنمایی عدسیه برابر به دو باشد. خب دوستان، پس شما در حل از این سوال با دو جزء مجهولی طرف هستید که هر دو جزء مجهول در عین معادلات ذکر شدند. یعنی هم فاصله جسم را از شما خواسته، هم فاصله تصویر را از شما خواسته. که شما اگر از معادله عمومی برید پی و کیو هر دو در یک معادله، و اگر از معادله بزرگنمایی پیش برید باز هم پی و کیو هر دو در یک معادله هستند. پس شما نیاز دارید با استفاده از ریاضی بگویید شما میتونید با استفاده از دو معادله معادله دو مجهولی درجه یک را تشکیل بدید، که در حل معادلات دو مجهولی درجه یک طریقه های مختلفی وجود داره که ما در اینجا برای حل سوال از یکی از اون طریقه ها استفاده میکنیم. ابتدا کمیت های معلوم در سوال: عدسیه مهدب، فاصله محراقی 20 سانتی متر، بزرگنمایی عدسیه 2، فاصله جسم و تصویر مجهول های سوال هستند. ما در سوالات قبلی تانستیم کمیت های مجهول سوال را لیست کنیم، پس در این قسمت در قسمت لیست کمیت های مجهول هیچ مشکلی نداریم. پی نامعلوم، کیو نامعلوم، اف
20 سانتی متر و گاما یا بزرگنمایی برابر به 2 میشن. خب در موضوع حل از این سوال ما دو مجهولی را داریم که قبلا هم گفتیم هر دو تاشون در عین معادلات وضع شدن. پس ما از هر دو معادله باید همزمان استفاده کنیم. ابتدا از معادله گاما مساوی با کیو بر پی یک رابطه بین کیو و پی یا مجهولای سوال برقرار میکنیم. قیمت گاما در سوال بر ما داده شده برابر به 2. 2 برابر میشه به نسبت کیو بر پی و اگر ما رابطه را طرفین و وسطین کنیم در مخرج عدد 2 1 است. 1 ضرب کیو مساوی به کیو میشه و 2 ضرب پی مساوی به 2 پی. پس کیو مساوی به 2 پی رابطه ای است که بین دو مجهول سوال برقرار است. ما از این معادله یا از این رابطه میتونیم در رابطه عمومی یا معادله بعدی استفاده کنیم. دقت کنید، رابطه عمومی 1 بر کیو مثبت 1 بر پی مساوی به 1 بر اف هست که ما در اینجا در حقیقت جای دو حد را در طرف چپ معادله تغییر دادیم که شما در ریاضی خواندید در عملی جمع خاصیت تبدیلی وجود داره. پس میتونید جای از این دو حد را تغییر بدید. حال ما در قسمت قیمت گذاری های سوال به عوض کیو میتونیم دو پی را وضع کنیم، یعنی چیزی که از معادله یا جزء اول سوال دریافت کردیم. پس در مرحله بعدی به عوض کیو 1 بر 2 پی مثبت 1 بر پی مساوی به 1 بر اف داریم. ما بین 2 پی و پی اگر بخوایم مخرج مشترک بگیریم قطعا 2 پی رو مخرج مشترک میگیریم. 2 پی تقسیم بر 2 پی 1، 1 ضرب 1 1، 2 پی تقسیم بر 2 پی، 2 پی تقسیم بر پی 2، 2 ضرب 1 2 و 1 جمع 2 3. پس در صورت از این کسر عدد 3 حاصل میشه مساوی به 1 بر اف که این بار به عوض اف هم قیمت داده شده را وضع میکنیم 20 سانتی متر. ما میتونیم رابطه را طرفین و وسطین کنیم. وسطین از این معادله 2 پی ضرب 1 مساوی میشه به 2 پی و طرفین از این رابطه 3 ضرب 20 مساوی میشه به 60 سانتی متر. در سوال از ما 2 پی خواسته نشده، در سوال پی مجهول سوال است. پس ما مجبور هستیم دو طرف مساوات را تقسیم کنیم بر عدد 2 یا ضریب عدد پی. اگر ما اطراف مساوات را تقسیم 2 کنیم در طرف چپ مساوات 2 با 2 خلاص میشه و در طرف راست مساوات 60 تقسیم بر 2 برابر میشه به 30. پس جزء اول مجهول سوال دریافت شد، پی مساوی به 30 سانتی متر. برای دریافت جزء دوم مجهول یا برای دریافت کیو ما دیگه کار سختی نداریم، چون ما در اینجا یک رابطه ای داریم بین کیو و پی. کیو مساوی میشه به 2 ضرب پی. اگر در این جزء سوال یا کیو مساوی به 2 ضرب پی به عوض پی قیمت سی یا قیمت دریافت شده را وضع کنیم، معادله به این شکل میشه 2 ضرب سی و حاصل 2 ضرب سی مساوی میشه به 60 سانتی متر. پس کیو مساوی میشه به 60 سانتی متر. ببینید دوستان، ما برای دریافت کیو و پی در عین سوال ابتدا از معادله گاما استفاده میکنیم، رابطه بین کیو و پی را برقرار میکنیم کیو دو پی و بعدا در رابطه عمومی یا فرمول عمومی عدسیه ها به عوض کیو قیمت دو پی را وضع میکنیم تا معادله را بتانیم برای پی حل کنیم، پی برابر به 30 سانتی متر. بعد از دریافت پی برای دریافت کیو دیگه کار سختی نداریم، چون در ابتدای سوال رابطه بین کیو پی برقرار شده و کیو برابر شده به 2 پی. اگر پی 30 سانتی متر باشه کیو دو چندش میشه که برابر به 60 سانتی متر است. دوستان از این نمونه سوالات در فرم کانکور زیاد آمده، اما بهتر است که شما یک روش ساده تر و یک روش کانکوری را به خاطر حل از این سوال داشته باشید. پس بیایید این سوال را به صورت ساده تر و کانکوری کار کنیم. قبلا در قسمت آینه های کروی گفتیم و در قسمت عدسیه ها هم این معادله ذکر شده. معادله ای در قسمت بزرگنمایی عدسیه ها داریم با استفاده از کمیت های نیوتن که گاما برابر میشه به نسبت اف بر x. قیمت f داده شده اما قیمت x را نداریم، پس ما به عوض x یک قیمت دیگر را وضع میکنیم. در فرمول نیوتن در عدسیه ها شما یک رابطه جانبی داشتید به صورت پی مساوی به اف جمع اکس که اگر از اون معادله قیمت اکس را دریافت کنید اف را به سمت چپ معادله انتقال میدید و قیمت اکس برابر میشه به پی منفی اف. پس معادله را میتونید به صورت اف بر پی منفی اف نوشته کنید.
که شما با استفاده از این معادله دریافت فاصله جسم برای شما بسیار ساده تر خواهد. ما اگر در این رابطه جای طرفین معادله را تغییر بدیم و قیمت F را در سمت راست معادله انتقال بدیم، در نتیجه P برابر میشه با F بر گاما مثبت F یا فاصله محراقی تقسیم بر بزرگنمایی مثبت فاصله محراقی. حال قیمت ها را دانه دانه در این معادله وضع میکنیم. این معادله را وقتی شما بلد باشید نیاز حتی نیست که قلم در دست بگیرید، شما میتونید سوال را به صورت یک سوال ذهنی اما بسیار سریع کار کنید. فاصله محراقی در سوال بر ما داده شده 20، بزرگنمایی 2 و فاصله محراقی 20. 20 تقسیم بر 2 10 و 10 جمع 20 برابر به 30، پس حاصل سوال پی برابر میشه به 30 سانتی متر. پی دقیقاً اونمو قیمتی را داره که ما در قسمت اول سوال یا طریق اول سوال دریافت کنیم. حال برای دریافت کیو چی کار میکنیم؟ بزرگنمایی میتونه نسبت اکس زبر بر اف هم باشه که ما باز هم با استفاده از رابطه جانبی نیوتن میتونیم به عوض اکس زبر کیو منفی اف را وضع کنیم. پس به عوض اکس زبر بر اف کیو منفی اف بر اف را در نظر بگیریم. اگر این رابطه طرفین وسط این شوه و منفی F به سمت چپ مساحت انتقال داده شوه، نتیجتاً Q مساوی میشه به F ضرب گاما مثبت F. یعنی شما برای دریافت P F را تقسیم بر گاما و برای دریافت Q F را ضرب در گاما میکنید. حال برای قیمت گذاری از این، قیمت F 20 سانتی متر، قیمت گاما 2، 20 ضرب 2 40 و 40 جمع فاصله محراقی 20 برابر میشه به 60 سانتی. خب دوستان، شما میتونید خیلی از سوالات فرمهای کانکور را که حداقل برای شما میتونن در جریان حل سوالات فرم کانکور و شرایطی که در کانکور برای شما پیش میان بالاتر از یک دقیقه وقت بگیرن، با استفاده از این دو معادله در کمتر از 20 ثانیه و سوالات را حل کنید و زمان خود را برای سوالات سخت‌تر حفظ کنید. خب دوستان عزیز، مثال‌های بعدی و موضوعات بعدی عدسیه ها را بعد از یک وقفه کوتاه با ما خواهید داشت. خوش آمدید دوستان عزیز به بخش بعدی برنامه. در قسمت قبلی در آخرین مثال که مثال جالبی هم بود، شما دو طریقه را برای حل سوال داشتید که حتما شما طریقه دوم یا طریقه کانکوری را به خاطر حل سوالات فرم‌های کانکور انتخاب خواهد کردید. در آخرین مثالی که از قسمت عدسیه ها کار میکنیم و آخرین معادله‌ای که در این هفت مثال استفاده نشده استفاده میکنیم، مثال را به این شکل داریم. در مثال هشتم، اگر محراق به حیث مبدأ قبول گردد، همین که در سوال شما میخوانید محراق به حیث مبدأ قبول گردد، در ذهن شما فرمول نیوتن در عدسیه ها خواهد آمد. چرا؟ چون در فرمول نیوتن است که ما فاصله ها را از محراق تعیین میکنیم و محراق را به حیث مبدأ فاصله تعیین میکنیم. فاصله جسم از محراق عدسیه 20 سانتی متر است. یادتان باشه فاصله جسم از محراق را ما با حرف پی نشان نمیدیم، فاصله جسم از محراق با حرف اکس نشان داده میشه و فاصله تصویر از محراق که با حرف اکس زبر نشان داده میشه برابر است به 4 سانتی متر. از ما خواسته فاصله محراقی و بزرگنمایی عدسیه را. دقت کنید دوستان عزیز، معلوم های سوال اینا هستن: فاصله جسم از محراق 25 سانتی متر و فاصله تصویر از محراق 4 سانتی متر. و مجهول های سوال ای دوتا هستن: فاصله محراقی عدسیه و بزرگنمایی عدسیه. خب دوستان، در قسمت حل از این سوالات باز هم کمیت های داده شده و خواسته شده سوال را لیست میکنیم تا ببینیم کدام کمیت ها داده شده و کدام کمیت ها مجهول سوال هستن. ابتدا فاصله جسم از محراق 20 سانتی متر، دوم فاصله تصویر از محراق 4 سانتی متر، سوم چیزی که خواسته شده فاصله محراقی عدسیه است و بزرگنمایی عدسیه یا گاما. شما به خاطر حل از این سوال فرمول نیوتن در عدسیه ها را استفاده میکنید که F مربع مساوی میشه به X ضرب X زبر که در درسای قبلی شما این معادله را با تمام روابط جانبی و حالتهای خاصش خواندید. حال ما در این معادله قیمت ها را وضع میکنیم. در مرحله بعدی F مربع در حالت خود میمانه، به عوض X 25 سانتی متر و به عوض X زبر 4 سانتی متر را وضع میکنیم.
اگر دو طرف راست مساوات دو حد با هم دیگه ضرب شوند 25 ضرب 4 میشه 100 سانتی متر، پس اف مربع مساوی میشه با 100 سانتی متر. حال به خاطر دریافت اف، چون اف مربع داره از اطراف جذر میگیریم تا خود اف دریافت شوه، پس از اطراف جذر گرفته میشم. در نتیجه جذر اف مربع مساوی به اف است و جذر 100 برابر به 10 و در نتیجه جذر سانتی متر مربع سانتی متر. پس فاصله محراقی عدسیه 10 سانتی متر تعیین شد. برای دریافت بزرگنمایی عدسیه، اگر بخوایم از رابطه عمومی بزرگنمایی کار کنیم، ما کیو و پی یا فاصله جسم و تصویر از خود عدسیه را نیاز داریم. پس دو تا را در ابتدا دریافت میکنیم. پی میشه اف جمع اکس. قیمت اف دریافت شده 10 سانتی متر و قیمت اکس داده شده 25 سانتی متر. پس ما 10 را جمع 25 میکنیم که نتیجتاً حاصل نهایی میشه 35 سانتی متر. برای دریافت Q فرمول از F جمع X زبر، قیمت F 10 سانتی متر دریافت شده و قیمت X زبر در سوال داده شده 4 سانتی متر، که ما این دو حد را با هم جمع میکنیم 10 جمع 4 که حاصل برابر میشه به 14 سانتی متر. حال در قسمت دریافت بزرگنمایی نسبتی که وجود داره نسبت Q بر P است. قیمت Q و P دریافت شده، در این معادله عوضشان میکنیم. قیمت کیو مساوی است به 35، قیمت کیو برابر است به 14 سانتی متر، پس گاما میشه 14 سانتی متر تقسیم بر 35 سانتی متر. خب حال در نتیجه نهایی از این سوال ما میتونیم گاما را دریافت کنیم، برابر میشه به هر دو قابلیت تقسیم بر 7 را داره، 2 7 14 5 7 35، پس میتونیم 2 بر 5 یا 0.4 به صورت کسر اشار نوشته کنیم. خب دوستان عزیز، ای بود مثالی که امکان داره شما در فرم‌های کانکور از بخش معادلات نیوتن در عدسیه ها داشته باشید. اما باید داشته باشید برای دریافت بزرگنمایی رابطه ساده‌تری هم وجود داره که رابطه ساده‌ترش نسبت F بر X است، مشابه مثال قبلی که در حالت کانکوری از او کار کردیم، F بر X، که اگر ما F را یعنی 10 سانتی متر تقسیم X کنیم یعنی 25، باز هم حاصل 2 بر 5 یا 0.4 خواهد بود. یا شما میتونید از نسبت X زبر بر F استفاده کنید که X زبر برابر به 4 سانتی متر و F 10 سانتی متر، که باز هم حاصل تقسیمشان 2 بر 5 یا 0.4 میشه. خب دوستان، این بود تمام مثال هایی که از قسمت عدسیه ها داریم. امیدوار هستیم که این مثال ها را یاد گرفته باشید، یادداشت برداری کرده باشید و موضوعات مرتبط به این مثال را بر راحتی در کتاب ها و فرم های کانکور کار کنید. حال ما در قسمت عزیز سوالات چند تا سوالی را به صورت کارخانگی برای شما دانش آموزان عزیز داریم. سوالات کارخانگی از این قسمت را شما میتونید یادداشت کنید. سوالات به این شکل هستند: فاصله محراقی یک عدسیه مقعر 30 سانتی متر است. تصویر جسمی که در فاصله 30 سانتی متر از عدسیه قرار می گیرد در کدام فاصله از عدسیه تشکیل شده؟ 4 جوابی که برای شما داده شده: جواب اول منفی 15، جواب دوم 30 سانتی متر، جواب سوم 15 سانتی متر و جواب چهارم بی نهایت دور. در سوال دوم، فاصله یک شی از عدسیه مقعر 4 برابر فاصله محراقی عدسیه است. در این صورت طول شی چند برابر طول تصویر است؟ جواب اول 2 برابر، جواب دوم 3 برابر، جواب سوم 4 برابر و جواب چهارم 5 برابر. در سوال سوم، یک عدسیه مقعر از جسمی که به فاصله 5 سانتی از او قرار داره تصویر مجازی تشکیل میده که طول تصویر نصف طول جسم است، فاصله محراقی این عدسیه چند است؟ 10 سانتی متر، 7.5 سانتی متر، 5 سانتی متر یا 2.5 سانتی متر. در سوال چهارم، اگر تصویر جسم در فاصله 30 سانتی از عدسیه ای که فاصله محراقیش 15 سانتی متر است تشکیل شود، فاصله جسم از عدسیه چقدر است؟ 10 سانتی متر، 4 سانتی متر، 30 سانتی متر و 20 سانتی متر. در مثال پنجم، جسم در چه فاصله عدسی محدب قرار می گیرد تا بزرگنمایی آن 2 شود در صورت که فاصله محراقی 20 باشد؟ 5 سانتی متر، 20 سانتی متر، 30 سانتی متر و 40 سانتی متر. خب دوستان عزیز، این سوالاتی که برای شما کارخانگی داده شده، اینا را یادداشت کنید و با استفاده از معادلات عدسیه ها که ما قبلا برای شما گفتیم و مثال هایش هم کار کردیم، این سوالات را میتونید کار کنید. بحث بعدی که در قسمت عدسیه ها برای ما شامل است، موضوع قدرت عدسیه ها یا تقارب عدسیه ها است.
دقت کنید دوستان عزیز، اگر شما دو تا سیخ گل داشته باشید برای دو نفر، این دو سیخ گل را بدید و بگویید بالای از اینا کوه وارد کنن یا این دو سیخ گل را کج کنن. بعد از اینکه این دو نفر سیخهای گل را کج میکنن، یک نفر به مقدار کم و یک نفر به مقدار زیاد، قطعا جواب شما در قسمت قدرت از این دو نفر ای است که نفری که سیخ را بیشتر کج کرده دارای قدرت بیشتر و نفری که سیخ را کمتر کج کرده دارای قدرت کمتر است. این بس در عدسیه ها هم وجود دارم. در عدسیه ها ما برای قدرت عدسیه دو تعریف بسیار ساده را داریم، اما به صورت ساده تر بگوییم میگیم قدرت عدسیه توانایی یک عدسیه در کج کردن شعاعات است. اما در تعریف اول، توانایی یک عدسیه در متقارب کردن شعاعات منکسره را به نام قدرت عدسیه یاد میکنن. یعنی هر اندازه‌ای که یک عدسیه شعاعات را زودتر متقارب بسازد قدرت بیشتر، و اگر به اصطلاح دیرتر متقارب بسازد قدرت عدسیه کمتر خواهد بود. و در دومین تعریف که در عدسیه داریم، در قدرت عدسیه، برعکس فاصله محراقی عدسیه را به نام قدرت عدسیه یاد میکنن. یعنی به هر اندازه ای که فاصله محراقی کم شود قدرت زیاد، و فاصله محراقی زیاد شود قدرت کم. به خاطر که شما این موضوع را بهتر بفهمید، ما در اینجا دو تا عدسیه را با فاصله های محراقی مختلف در نظر میگیریم. عدسیه اولی یک عدسیه مهدب و برای از این عدسیه یک محور اصلی رسم میکنیم. در این محور اصلی نقطه‌ای وجود داره به نام محراب. خب دوستان عزیز، ما یک عدسیه دیگر هم در نظر میگیریم، عدسیه مهدب، که این هم برش نقطه محراب تعیین میشه. اما تفاوت از این دو عدسیه چی است؟ در عدسیه اول فاصله محراقی طولانی یا زیاد است، اما در عدسیه دوم فاصله محراقی کوتاه یا کم است. زمانی که شعاعات به صورت موازی با محور اصلی بالای عدسیه میتابند، شما میفهمید که این شعاعات بعد از انکسار از محراق عبور میکنند. در عدسیه اول شعاعات از محراق گذشت و در عدسیه دوم هم قطعا شعاعات از محراق میگذرند. خب اگر کسی از شما پرسان کنم کدام یکی از این دو عدسیه شعاعات را زودتر جمع کرده یا زودتر متقارب ساخته، شما قطعا جوابتان است عدسیه دوم. پس ما گفته میتونیم اگر در یک عدسیه فاصله محراقی زیاد باشه قدرت عدسیه کم است، و اگر در عدسیه فاصله محراقی کم باشه قدرت عدسیه زیاد است. خب دوستان، این بود مفهوم قدرت عدسیه ها. به هر اندازه ای که عدسیه شعاعات دیرتر جمع کنه قدرت کم است، و به هر اندازه ای که زودتر جمع کنه قدرت زیاد است. خب حال ما اگر بریم سراغ معادله بخش قدرت عدسیه و نکاتی که مربوط به قدرت عدسیه است، ما میگیم قدرت عدسیه ها فرمولی که داره C مساوی به 1 بر F هست. یعنی قدرت عدسیه برعکس فاصله محراقی عدسیه است. ما در بحث قدرت عدسیه ها این 3 نکته را داریم. قدرت در عدسیه های مهدب مثبت است، و دلیل از او همی است که اول، فاصله محراقی عدسیه مهدب مثبت است و این باعث میشه قدرت عدسیه هم مثبت باشه، و دومین دلیلی است که عدسیه های مهدب شعاعات را متقارب میسازن و این متقارب سازی باعث میشه عدسیه مهدب دارای قدرت مثبت باشه. دوم، قدرت عدسیه مقعر منفی است، و این هم دقیقاً اونم دو دلیل را داره. اول، فاصله محراقی اگر منفی باشه قدرت منفی است، که این در عدسیه مقعر صدق میکنه. و دومی که عدسیه مقعر نه تنها شعاعات را نزدیک نمیسازه، بلکه شعاعات از هم دور میکنه، که باعث میشه قدرتش علامه منفی بگیره. و در سومین نکته، واحد قدرت عدسیه ها واحدی است به نام دیوپتری، که در فرم های کانکور هم شامل است. ما اگر بخوایم دیوپتری رو تعریف کنیم به این شکل تعریف میشه: دیوپتری قدرت عدسیه ای است که فاصله محراقی از او 1 متر باشه، یعنی بتونه شعاعات را در فاصله 1 متری خود جمع کنه. که ما دیوپتری رو گفته میتونیم به صورت مخفف دیوپ گفته میشه، و مساوی میشه به 1 بر متر یا متر به نمای منفی 1. فاصله محراقی عدسیه‌ای که 1 متر باشه، قدرت عدسیه 1 دیوپتری خواهد بود، که اگر ما این متر از مخرج در صورت بیاریم توان منفی 1 میشه، یعنی متر به نمای منفی 1. خب دوستان عزیز،
امیدوار هستیم که موضوعاتی را که برای شما در این جلسه درسی ارائه کردیم، از بحث مثال‌های بخش عدسیه ها گرفته تا بحث قدرت عدسیه ها، دقیق یادداشت کرده باشید و موضوعات را یاد گرفته باشید. در جلسه بعدی مثال‌های بخش قدرت عدسیه ها را کار کرده و میرسیم به آخرین موضوعات از فیزیک نور. خب دوستان عزیز، تا دیدار بعد که دوباره در خدمت شما کانکوریان عزیز قرار میگیریم، شما را به خدای پاک میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.